دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با یه ویدیو دیگه از کانال آلمانی نیوز. اوایل این هفته بود که خبر کشته شدن یک پسر افغانستانی رو توسط پلیس آلمان شنیدیم. جستجویی کردیم برای اینکه ببینیم توی اخبار چیزی پیدا می‌کنیم یا نه. متاسفانه توی سایت‌های فارسی زبون که چیزی اشاره آنچنانی بهش نشده بود، به جز یکی دو تا کانال یوتیوبی بود که در موردش صحبت کرده بودن، و تصمیم گرفتم از یه سری از سایت‌های آلمانی جستجو کنیم ببینیم که چی نوشتن. اول ما به این نگاه می‌کنیم که توی سایت‌های آلمانی چی نوشته شده، و بعد حالا چیزایی رو که از زبون دوستاشون شنیده شده و حالا چیزایی که گفتن و اونا رو هم بررسی می‌کنیم. این فقط به عنوان یک اطلاع رسانی هستش، چون دیدیم که باید این اطلاع رسانی انجام بشه. داریم توی آلمان زندگی میکنیم، تصمیم گرفتم که این ویدیو رو براتون درست بکنم. توی خود وبسایت‌های آلمانی که نگاه میکنیم یه سری خبرهایی هستش که میگن که روز شنبه 19 اگر من اشتباه نکنم، بله 19 میگه که به پلیس اطلاع داده شد که یه درگیری ایجاد شده در کمپ پناهندگانی که وجود داشته. پلیس گشت‌زنی هم مثلا که اونجا بوده بلافاصله وارد عمل میشه، میبینه که دو نفر دارن با هم دیگه درگیرن در اصل داخل اون اتاقی که هستن، داخل اون کمپی که هستن. مثلا که یه خونه ای بوده که 6 داخلش زندگی میکردن. وارد اونجا میشه، اول از بیرون از پنجره مثلا این که اعلام میکنه که در رو باز کنید بخوایم بیایم داخل، یا حالا به این صورت که گوش نمیده این شخص و مثلا اینکه وارد خونه میشن. وارد خونه که میشن، این شخص با یه هارتل حالا میله‌ای که داشته برای حالا شاید بدنسازی کار میکرده توی اون خونه یا حالا هر چیزی، با میله هارتل مثلا اینکه حمله میکنه به پلیس. پلیس هم مثلا اینکه با چند تا شلی که حالا هنوز مشخص نیست، یکی میگه 3 یکی میگه 4، ولی دارن بررسی میکنن بر اساس حالا خبرهایی که نوشته شده. قاضی داره بررسی میکنه که ببینه که آیا تقصیر کار کی بوده و چه جوری بوده. البته این مامور پلیس هم فعلا تعلیق شده و فعلا سر کار نیست تا تکلیف مشخص بشه. بله، وارد میشه و با شلیک گلوله اونو میزنه و تا بیاد امداد و نجات برسه مثلا اینکه یه سری کارهایی هم صورت میدن، ولی متاسفانه این شخص کشته میشه. خود قاضی که این پرونده رو در دست گرفته و یه سری از حالا سازمان‌هایی که رسیدگی می‌کنن به کارهای پناهنده‌ها، پناهجوهایی که وجود داره، خود پلیس اعلام می‌کنه که ما می‌دونستیم که این شخص کسی بوده که درگیری زیاد داشته. اینجوری این پلیس داره میگه. میگم من اول چیزایی رو که این طرف گفتن و میگم خدمتتون و بعد میرم سمت اون طرف که دوستان و رفیقای و کسایی که می‌شناختن این شخصو براتون توضیح میدم که بله یک شخصی بوده که درگیری زیاد داشته، سابقه حتی حضور توی یه سری آسایشگاه‌های روانی هم داشته. البته بعد از یه دوره‌ای مثلا که از اونجا میاد بیرون و خب داشته زندگیشو میکرده. سوالی که اینا از خودشون میپرسن و از این شخص دارن اینه که اگر پلیس میشناخته که این شخص یک آدم روانی هستش، یک آدم روانی 100% وقتی یکی میخواد بهش حمله بکنه از خودش دفاع میکنه. آدم روانی هم که نباشه این کار رو انجام میده. اینا بحثشون اینه که یک میله هارتل آیا اینقدر برای اینا ترسناک، یا اینکه جوری بوده که اینا از خودشون نمیتونستن دفاع بکنن که مجبور شدن که از تفنگ استفاده بکنن. و خب یه سری از خود همین پلیس هم گفتن که ما اول از گاز اشکاور، از اسپری فلفل استفاده کردیم، ولی چون کارساز نبود مجبور شدیم که
از تفنگ استفاده بکنیم، که خیلی از کارشناسا هستن که میگن که آقا وقتی شما از اسپری فلفل استفاده میکنی شخص تا حد کور شدن میره، و چه جور تونسته که حالا با هارتل، با میله هارتل بخواد به شما حمله بکنه، شما یه کنار وای میسادید میتونستید که خب اونو خیلی راحت دستگیرش بکنید. و خب خیلی هم هستن که میگن فقط در صورتی پلیس میتونه از تفنگ استفاده بکنه که طرف یا چاقو داشته باشه یا از سلاح گرم استفاده بکنه. حالا چه اتفاقاتی افتاده که این شخص از تفنگ استفاده کرده؟ گفتم قاضی داره رسیدگی میکنه و گفته از روز دوشنبه مثل این که این پرونده به جریان افتاده و دارن بررسی میکنن که به چه صورت بوده. حتی یه سری از دوستانی که با این شخص رابطه داشتن اونجا بودن، حتی به دادگاه زار مثل این که قراره بشن که حتی شهادت بدن که چه اتفاقی افتاده، به چه صورت بوده، تا یه تصمیم گیری درستی انجام بشه. تا اینجای قضیه این چیزیه که توی سایت ها نوشته شده. از اون طرف میگم یکی دوتا از کانال های یوتیوبی هستن که در مورد این اتفاق توضیحاتی رو دادن که گفته شده داخل این کانال ها که دوستانش تماس گرفتن و گفتن که این شخص شخص خیلی مظلومی بوده و با کسی کاری نداشته، روانی بوده ولی در حدی نبوده که بخواد مشکل ساز بشه برای کسی. و گفتن که ما بله دور هم نشسته بودیم و این اتفاق افتاد و به ما گفت که من میخوام خودم تنهایی باشم، پاشین برید بیرون میکشمتون، یه چیزی تو این مایه ها. البته تو اون کانال گفته بود که خب بین جوونا همچین حرف هایی گفته میشه، من یه خورده اینو قبول ندارم، چون اگر که بین جوون ها این حرف ها زده میشه و اون اطرافیان هم شناخت کامل نسبت به این دارن که میگن یک شخص مظلومی بوده، پس نباید تماس میگرفتن با پلیس که بخواد اون پلیس بیاد و این اتفاقا بیفته. حالا از یه طرفی میگن چون تنهایی رفته بوده توی اتاقش، تماس گرفتیم که یه بلایی سر خودش نیاره، که این قابل قبوله. خب هر کسی که باشه میگه که تماس بگیریم بهتر از اینه که حالا بخواد بلایی سر خودش بیاره. که تماس گرفتن، مثل اینکه اومدن پشت پنجره بهش اعلام کردن درو باز کن، ما میخوایم بیایم داخل صحبت بکنیم، که این صحبتی نکرده و درو باز نکرده. و بعد پلیس مثل اینکه درو میشکنه و وارد اتاق میشه، و اون موقع است که این شخص با میله هارتلی که حالا اونجا وجود داشته مثل اینکه میخواد حمله بکنه، و میگن پلیس بدون اینکه بخواد از شوکر استفاده بکنه، بخواد از اسپری فلفل استفاده بکنه، بلا فاصله مثل اینکه تفنگشو در میاره و 3 یا 4 تا گلوله به این شخص شلیک میکنه. و تا میگم اوژانس بیاد و بهش کمک بکنن، یه سری رسیدگی هم بهش انجام میدن، ولی متاسفانه از بین میره. این دو تا قضیه متفاوته، یعنی یک شایی از یک طرف که سایت های حالا شاید میتونیم بگیم پرقدرت خود آلمان هست که داره اینو جور دیگه ای نشون میده، و از طرفی کسایی هستن که میگن ما شاهد این بودیم که این اتفاق افتاده. این که حالا قاضی چه تصمیمی بگیره و این که نتیجه آخر چی میشه، باید صبر بکنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. گفتم این ویدیو فقط برای اطلاع رسانی بوده، چون دیدم که سایت های فارسی زبون اصلا اشاره ای نکردن. و خب جدا از این که ما افغان هستیم، ایرانی هستیم، تاجیک هستیم، ما کلن فارسی زبون هستیم، و خب نسبت به اون عقیدهی که خودم دارم گفتم که در مورد این موضوع صحبتی بشه، شاید حالا این ویدیو پخش بشه، شاید یه سری افراد دیگه‌ای که بتونن کاری از دستشون بر بیاد برای این شخص. متاسفانه از دست رفته، ولی خب برای اینکه خونش پایمال نشه شاید بشه کاری کرد. اگر نظری دارید، اگر دوستان این شخص هستید، میبینید این ویدیو رو، اگر میدونید که چه اتفاقاتی افتاده، میتونید برام بنویسید. اگر نظر خاصی هم بقیه دوستان دارن در خدمتشون هستیم، حتما اگر جوابی باشه بهشون میدیم. و امیدوارم که اطلاع رسانی بکنید این ویدیو رو و بذارید به گوش همه برسه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدارتون.